درود فراوان. به برنامه دیگر از نگاه روز از کانال جدید خوش آمدید. من نگار نادری به همراه سایر همکارانم این برنامه را به تهیه کنندگی رضا رشیدی تقدیم حضورتون میکنیم. این برنامه اختصاص داره به گرامی داشته 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. از هر سه زن یک زن قربانی خشونت میشه. در 25 نوامبر سال 1981 در شهر بوگوتای کولومبیا به مناسبت کشته شدن خواهران میرابل، سه تن از مدافعان حقوق زنان یک گردهمایی برگزار شد که در این کنفرانس روز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شد که از سال 1999 از طرف سازمان ملل این روز رسماً به رسمیت شناخته شد. در همین رابطه با مهمان عزیز برنامه شهلا دانشور همراه هستیم و از ایشون سوالاتی را در این رابطه میپرسیم. سلام و خوش آمد میگم به شهلا دانشور عزیز، مهمان امروز برنامه. تشکر میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سلام دارم. به نظر شما چه اهمیت و جایگاهی گرامی داشت این روز در مقابله با انواع اشکال خشونت بر علیه زنان میتونه داشته باشه؟ ببینید، این روز یک روز مهمیه. خود نفس این که یه روز در سطح بین‌المللی علیه خشونت علیه زن اعلام میشه نشاندنده ابعاد این پدیده است و این فاجعه است و به همین دلیل این اولین مسئله است که اعتراض بشریت و جهان متمدن به این بربریت و این توحشه. حالا تو کشورهایی که قوانین اسلامی داره از جمله ایران، این دیگه ابعاد جنایتکارانه‌ای داره. این خشونت فرهنگ نیست، این خشونت رسمی قانونی مدیریت میشه. تو جمهوری اسلامی آپارتاید جنسی اساسش بر خشونت نهاده شده با قوانین اسلامی. نمونش اینه که دختر بچه از 9 سالگی تکلیف میشه و محرم نامحرم براش میخونن و کودکی رو ازش میگیرن. و همین دلیل این روز یک روز اعتراض جهانی و در ایران این روز اهمیت سیاسی داره، برای اینکه اعتراض به کل بساط آپارتاید جنسی همه وجوه اونه که زندگی زنان و زندگی کل جامعه رو به تباهی کشونده زیر پرچم آپارتاید جنسی که با حجاب و تفکیک جنسیتش جامعه رو جمهوری اسلامی مورد تعرض هر روز قرار داده و به همین اعتبار بسیار مهمه، به ویژه با توجه به جایگاهی که جنبش راهی زن در ایران داره، نقش مهمی که در جنبش سرنگونی داره، در جلوی صف این اعتراض قرار گرفته، همواره یک صحنه جدال جانانه ای رو علیه آپارتاید جنسی به جلو برده. این روز یک روز اعتراض مهمه و به اعتقاد من پیام ما به مناسبت این روز تحریم سیاسی جمهوری اسلامی این رژیم آپارتاید جنسی به خاطر 40 سال خشونت و جنایت علیه زنان و علیه کل جامعه. همچنین کودک همسری یک نمونه دیگر از خشونت علیه زنانه و به عنوان یک نقطه شروع خشونت قانونی و دولتی شمرده میشه. به نظر شما چه مخاطراتی رو برای کل جامعه و به خصوص برای زنان میتونه داشته باشه؟ نه، نظر من مسئله فراتر از مخاطره است. مسئله یک جنایته، مسئله یک تجاوز رسمیه. مسئله اینه که بشریت امروز نباید چنین توحش و بربریتی رو بپذیره و جامعه باید به پا خیزه، دنیا باید به پا خیزه. و به این اعتبار میخوام که قبل از اینکه به تبعات این مسئله نگاه کنیم به خود این پدیده نگاه کنیم چقدر مشمئز کننده و چقدر تکان دهنده است. باور کنید این فرهنگ جامعه نیست.
جامعه خیلی جلوتر از این هاست. حتی اون بخشایی که قبیله ها و بخشای روستایی و بخشایی که اینها بیشتر توش عمل میکرده کمرنگتر و کمرنگتر شده. و خود جنبش رهای زن میبینیم که چطور پرچم علیه آپارتاید جنسی رو بلند میکنه. نمونهش دختران انقلاب هست. نمونهش اتفاقاتی که هر روز تو جامعه بلند میشه. و همین دلیل میخوام بگم که اون چیزی که این پدیده رو موندگار کرده خود حکومت اسلامی، قوانین ارتجای اسلامی، هم تو گفتم دختر 9 ساله تکلیف میشه، حتی تو قانون جمهوری اسلامی دختر 13 ساله یا پسر 15 ساله که میتونن ازدواج بکنن. و بلافه فرق بیداد میکنه و خانواده های زیادی ناگزیر میشن بچه هاشون در سن پایین به ازدواج بدن، به خاطر که از عهده تامین زندگی و معاش یه خانواده چند نفر بر نمیان. تو خارج محدوده آمارش بسیار بالاست و همین بالا به نسبت این پدیده است. میخوام بگم الان صحبت از 12,000 دختری که در سال 98 ازدواج کردن و کودکان به عنوان دختر بچه ها آمار داده میشه. 43,000 نفر اینا بین 10 سال تا 15 سال باور کردنی نیست. تو این چیز تأثیراتش معلومه، تأثیراتش افسردگی، شما با پدیده مثل خودکشی و افسایش اون تو این بخش ها روبرو هستید، شما با فقر و گرفتن کودکی از این بچه ها هستی، شما با مسئله متلاشی شدن زودتر این خانواده ها هستید. و این فشاری هم بر دختر بچه ها هم پسر بچه ها و این فشاری بر کل جامعه و طبعات روحیش اینا جبران ناپذیره. همه اینها رو میشه دید و میبینید که این کودکان قربانیان این سیستم و این آپارتاید جنسی و این توحش و بربریت هستند. همچنین در خیزش آبان ماه سال گذشته، آبان ادامه دارد یکی از مهمترین شعارهایی بود که داده میشد و نقش زنان در این خیزش بسیار با اهمیت و پر ارزش بوده. از نظر شما ادامه خیزش آبان با زنان و طرح مطالباتشون در چه اشکالی ادامه داره و پیش میره؟ بله، آبان ادامه دارد. امروز هم این شعار جامعه است و این رو در جنبش اعتراضی کارگری این بخش‌های مختلف جامعه و جنبش رهای زن میبینید. با کارزارهای مبارزاتیش میبینید که چطور قاطعانه و محکم تو میدونه. و به نظر من دوم اینه که این کارزارها رو باید با قدرت بیشتری به جلو برد. روزهایی مثل 25 نوامبر رو باید به روز کیفرخواست خودمون علیه جمهوری اسلامی قوانین ارتجای اسلامش تبدیل کنیم. و مطالبه ما قبل از هر چیزی مطالبه نیست، سرنگونی این حکومت رو جارو کردن کلیم بساطه. و همین امروز با تمامی قوانین اسلامی دستشون از زندگی مردم کوتاه بشه و باید اون پیگرد زنان تحت عنوان قوانین ارتجای اسلامی پایان داده بشه. این فشار باید پایان داده بشه. باید تمام مردم، اونایی که درآمدی دارن و کم درآمدی ندارن و کم درآمدن، تحت پوشش اجتماعی قرار بگیرن و زندگی مناسب داشته باشن، درمان رایگان، تحصیل رایگان، تا مردم مجبور نشن بچه هاشون رو به کار خیابانی بکشونن یا اینکه مجبور بشن که تن بدن به ازدواج های بچه های کودک همسری. اینها مسائلی هست که پاسخ این و تو سطح بین المللی همونطور که گفتم این جنبش باید قد علم کنه برای تحریم سیاسی جمهوری اسلامی و اخراج و از تمام مراجع بین المللی به خاطر همین مورد از جنایاتش. همچنین تعداد زنان محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی بسیار زیاده و روز به روز هم به تعداد اونا اضافه میشه. فعالان سیاسی مثل آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، سبا کردافشاری، نسرین ستوده، نرگس محمدی، منیره عربشاهی، سهیلا حجاب و همچنین صدها فعال سیاسی و اجتماعی دیگه که در مبارزه با جلوه‌های خشونت دستگیر و بازداشت شدند. برای آزادی زنانیان سیاسی و برای جلوگیری از تداوم خشونت بر علیه زنان چه کارهایی را باید انجام بدیم و از کجا باید شروع بکنیم؟
ببین تداوم برای جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان دست جمهوری اسلامی باید کوتاه بشه و جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. قوانین ارتجاعی است باید سر جامعه دستش کوتاه بشه، لغو بشه. زندانیان سیاسی، این لیست که شما خوندید وسیعه، این نشون دهنده جایگاه جنبش رهایی زنه و میبینه چهره های شاخص مثل آتنا دائمی ها در رأس سطح جامعه به عنوان رهبران سیاسی ازشون باید نام برد که چنین شجاعانه جنگیدن علیه این آپارتاید و علیه این وضعیت. و خب طبعا یک عرصه مهم مبارزه ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی گرفتن ابزار زندان از دست این حکومت و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. و همین دلیل میبینید که امروز این جنبش قوی شعاراش به کف خیابون کشیده شده و کارزارش جهانیه و امروز گفتمان جهانیه. نهادهای تو سطح نهادهای بین المللی صدای این اعتراض اونچنان انعکاسی داشته که دارن صحبت از لغو مجازات اعدام میکنن، صحبت از آزادی زندانیان سیاسی میکنن، صحبت از جنایت تو جرائم جمهوری اسلامی میکنم. و ما هم تو گفتم میگیم این کافی نیست، باید جمهوری اسلامی رو مثل آفریقای جنوبی که آفریقای آپارتاید جنسی بیرون شد از تمام نهادهای بین‌المللی، باید با ایران هم همین معامله بشه. و خب زندانیان عادی هم که بیداد میکنن، اونا قربانیان فقرن به خاطر بدهکاری، به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین ارتجاعی، به هر دلیلی میمونه زندانها رو پر کردن. و همین الان خود آمار دولتی میگه 7000 زندانی زن در زندان ها هست، 200 کودک همراه مادرانش در زندان هست. و اینم گوشه دیگه از فاجعه است و گوشه دیگه از کیفر خواست ماست. ممنون از شما شهلا دانشور، فعال سیاسی، که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر میکنم. ممنون از شما که همراه امروز برنامه نگاه روز بودید. تا نگاه روز دیگر، بدرود.